این خود یک گناه بسیار بزرگ است که چیزی برای دیگران بگویید و خودیت فاقد عمل اون باشید یعنی در سخنتان ظلم نباشد بی عدالتی نباشد بی انصافی نباشد توهین و تحقیر به دیگران نباشد یعنی سخنتان سبب شکستن دل دیگران نشود سبب بی آبرویی و بی عزتی دیگران نشود چرا هر بی آبرویی و بی عزتی و این خودش ظلم است در حق دیگران بعضی از مردم ما و به خصوص دعوتگرای ما یا علمای ما زمانی که در منبر یا در یک استیچ قرار می گیرن متاسفانه طور صحبت می که مخاطبینشان نیمی از سخنان اونها را نمی فهمد یا برداشت کرده نمی تواند هر کدام از ما و شما در هر سطحی که صحبت می کنیم اگر معلمی در مکتب اگر استادی در دانشگاه و پانتون اگر طبیبی با مریضیت صحبت می کنی اگر حاکم و قاضی کسایی که عریضه دارن مشکلات دارن به شما مراجعه میکنن اگر وزیر استی معمور استی آمر استی هر کسی که استی در هر سطحی که قرار داری کوشش بکنید بسیار واضح صحبت بکنید برادران و خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات امروز میخوام خدمت شما عزیزان دل ده تا از آداب صحبت کردن که در قرآن از ذکر شده خدمت شما عزیزان بیان بکنم یکی از جمله نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش عنایت فرموده نعمت نطق است یا بیان گفتار و صحبت است در بسا موارد توسط سخنی که از دهان ما خارج می شود خیلی از مردم را آزار می دهیم می رنجانیم. به سبب ناراحتی اونها میشویم خیلی از دلها را می شکنیم و در بس از موارد سخنی که از دهانمان بیرون می شود سببی بی و بی دیگران می شود و در بعضی از موارد گاه وقتی که متوجه صحبتمان نمی شویم تعرض به حریم دیگران است یا تمسخر، توهین، تحقیر و مسخره گرفتن شخصیت دیگران هست به اول لحاظ قضیه صحبت کردن یا سخن گفتن یکی از جمله موارد بسیار مهم هست به همون لحاظ الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن این موضوع را برای ما بیان می کند و رسول ما صلی الله علیه وسلم می فرماین که انسان توسط زبانش یعنی توسط سخن گفتن سخنی که میگوید گاه وقتی این سخنش سبب خشم و غضب و ناراحتی الله سبحانه و تعالی میگردد و گاه وقت در وضعی از موارد سبب رضایت الله سبحانه و تعالی یعنی این زبان و سخن گفتن یا سبب ورود به بهشت یا سبب وارد شدن به جهنم است پس این موضوع خیلی مهم است بیاییم قبل از اینکه صحبت می کنیم آداب صحبت کردن رو بیاموزیم بعدا سخن بگوییم اگر این موضوع از اهمیت والای برخوردار نمی بود الله سبحانه و تعالی این همه آیات در بسیار از موارد در جاهای متعددی در قرآن در روی این موضوع نمی پرداخت پس خیلی مهم است اولین آداب صحبت کردن از دیدگاه قرآن ای است که کلام و سخن شما بر پایه علم استوار باشد یعنی چیزی که در موردش علم ندارید آگاهی ندارید نباید صحبت بکنید ولا تقف ما لیس لك به علم چیزی که در موردش آگاهی ندارید علم ندارید نباید در اونجا توقف بکنید یا صحبت بکنید حق سخن گفتن در این مورد را ندارید پس اول علم و آگاهی را دانش را کسب بکن و بعدا به صحبت کردن بپرداز این یک مورد دومین آداب در مورد صحبت کردن در قرآن این که سخن انسان بر نرمی و متانت استوار باشد هرگاه خواستی سخن بگویی لازم نیست رگهای گردن من را بپندانیم چک بزنیم فریاد بزنیم با خشونت صحبت بکنیم نه بلکه بسیار با نرمی و لطافت و متانت صحبت بکنیم الله سبحانه و تعالی زمانی که موسی علیه السلام و سلام و هارون برادرش دستور میدهد که به نزد فرعون بروند با او صحبت بکنند طرز و شیبه و بیان صحبت با فرعون را بیان می کند فقولا له قولا لینا با سخن بسیار آرام نرم همراهش صحبت بکنید پس از این آیت معلوم میشه که لازم نیست همیشه فریاد بزنیم و رگ گردنمانو رو بپوندانیم و خوشونت صحبت بکنیم و سومین آداب سخن گفتن در قرآن آنچه را که میگویید خودتان به او عمل بکنید تلاش بکنیم سخنی که برای دیگران میخواهیم بیان بکنیم تا جایی که توانایی و زمینه برای ما مساعد است خودمان عمل بکنیم فاتقوا الله ما استطعتم به اندازه توانتان از الله بترسید لیم تقولون ما لا تفعلون چرا چیزی را که میگویید عمل نمیکنید این خود یک گناه بسیار بزرگ است که چیزی را برای دیگران بگویید و خودت فاقد عمل به با اون باشید بنابراین سومین آداب سخن گفتن این است که هر را که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند آن را برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش آن را برای دیگران میگویی خودت هم به اون عامل باش نشود مثل بنی اسرائیل باری اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم دیگران را به بر و نیکوکاری به خوبی دستور بدهیم در حالی که خودمان از اون غافل باشیم و چهارمین آداب سخن گفتن در قرآن این که زمانی که صحبت میکنید با عدل و انصاف صحبت بکنید یعنی در سخنتان ظلم نباشد بی عدالتی نباشد بی انصافی نباشد توهین و تحقیر به دیگران نباشد یعنی سخنتان سبب شکستن دل دیگران نشود سبب بی و بی عزتی دیگران نشود چرا هر بی و بی عزتی و ز... این خودش ظلم است در حق دیگران بی احترامی به دیگران الله سبحانه و تعالی می و اذا قلتم فعدلو وقتی سخن میگویید عدالت را مد نظر داشته باشید ولو در برابر هر کسی که صحبت میکنی ولو اگر شاهد باشی ولو اگر حاکم باشی ولو اگر به اصطلاح قاضی باشی دعواگر باشی از جمله کسایی باشه که صلح و خیرخواهی میکنی در بین دیگران همیشه کوشش کن که سخنی به زبان بیاورید که در او عدالت به انصاف مد نظر باشه گاه وقتی متاسفانه ما خیلی بی‌عدالتی میکنیم در گفتارمان یا میبینی که طرف یک نفر رو میگیریم یکی دیگر رو به اصطلاح حقش ضایع میسازیم همیشه در وقت سخن گفتن عدالت رو مد نظر داشته باشیم پنجمین آداب صحبت کردن در قرآن اینکه سخن بر پایه منطق و دلیل و استوار باشد هیچگاهی سخن بی دلیل بی منطق رو بیان نکنید چرا این زبان سرخ است که سر سبز را از دست می دهد به وسیله این زبان است که انسان هزارها گناه را مرتکب می شود هزارها فجایر ایجاد می کند سخنی بی اساس، بی بنیاد، بی دلیل، سخنی که بر پایه منطق استوار نیست بیان نکنید به از الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرمد یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا محکم به با استوار باشد سخنی که بیان میکنید شما اگر هر کدام از ما و شما فکر بکنیم زمانی که یک انسان دروغ میگوید متزلزل میباشد یعنی همون اعتدالش از دست میدهد حالت نورمالش از دست میدهد استوار بودنش از دست میدهد چرا؟ چون سخنش بی اساس است و زمانی که یک انسانی به صداقت و راستی حرف میزند خیلی نورمال است بنان ای پنجمین آداب صحبت در قرآن است ششمین آداب صحبت کردن که در قرآن بیان شده این که صحبت باید بسیار ساده به عام فهم باشد نظر به مخاطب شما حالت مخاطب شما باشد بعضی از مردم ما و به خصوص دعوتگرای ما یا علمای ما زمانی که در منبر یا در یک استیچ قرار می گیرند متاسفانه طور صحبت می که مخاطبینشان نیمی از سخنان اونها را نمیفهمد. یا برداشت کرده نمیتواند الله سبحانه و تعالی میفرماید قولو لهم قولا معروفا یا قولا میسورا سخن بسیار آسان بیان بکنید ساده و آن فهم باشه نظر به فهم جانب مقابل باشه و یا سخن معروف شناخته شده الفاظ که مردم قدرت درکشه داره قدرت فهمشه داره آن گونه باید بیان بکنید صحبت بکنید و اگر لازم به تکرار هست تکرارش بکنید مشکلی نداره هدف فهم جانب مقابل است یکی افهام است یکی تفهیم خیلی از انسانها ها قوتی افهام و تفهیم ندارن یا قوتی افهام داره تفهیم نداره یا تفهیم داره افهام نداره یا هر دو ایشه نداره و بعضی هستن که هر دو ایشه دارن ای توانایی را الله برشان داده و هفتمین آداب صحبت کردن در قرآن این که کلام واضح و روشن باشد نباید سخن کنایه آمیز سخن پیچیده سخنی که طرف مطلب شما را درک نکند الله سبحانه و تعالی می فرماید قولا بلیغا سخنی بسیار رسا با فصاحت یکی از ویژگی های انبیاء علیه و السلام, و همین بوده که سخن بسیار رسا سخن بسیار واضح بیان میکردن به مردم و همون لحاظ موسی علیه و السلام زمانی که بر رسالت مبعوث میشه از الله سبحانه و تعالی چند چیزی که طلب میکنه رب شرح لصدری سی صدر و یسر لی امری آسانی در کار و العقدت من لسان یفقه قولی گره ها را از زبان باز بکن تا فصاحت زبان داشته باشم و جلی من اهلی یک یا یار و یاور و همکار داشته باشم بنان هر کدام از ما و شما در هر سطحی که صحبت میکنیم اگر معلمی در مکتب اگر استادی در دانشگاه و پانتون اگر طبیبی با مریضیت صحبت میکنی اگر حاکم و قاضی هستی با کسایی که عریضه دارن مشکلات دارن به شما مراجعه میکنن اگر وزیر استی معمور استی آمر استی هر کسی که استی در هر سطحی که قرار داری کوشش بکنید بسیار واضح صحبت بکنید تا برای طرف چیزی پوشیده نماند و هشتم اینکه ادب و حسن کلام را باید رعایت بکنیم بسیار از مردم ما متاسفانه در سخن گفتنشان ادب رایت نمی کنن. یکی از جمله موارد مهمی که اسلام سری و تأکید کرده رعایت ادب و اخلاق در گفتار و نطق انسان است همون طوری که رعایت ادب در تعامل و رفتار انسان همون طور لازم است که در گفتار هم باید انسان ادب رعایت بکنه ادب به این معنا که در سخنید برای کسی توهین و تحقیر نباشه بی ادبی نباشه بی احترامی نباشه دودشنام نباشه فاش نباشه نیش نداشته باشه کنایه نباشه سخنید بسیار واضح روشن بر اساس ادب و حسن کلام رعایت شود زیبایی کلام یعنی رعایت شود همون طوری که از ما در قرآن خواسته شده که باید عمل و وظیفه ما را به وجه احسن انجام بدهیم همون طور از ما خواسته شده که اقوال و گفتار ما هم به وجه احسن باشیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم لیبلوکم احسن عملا اونجا احسن عمل از ما خواسته شده و اینجا احسن القول از ما خواسته شده الله سبحانه وتعالی میفرماد قولوا للناس حسنا مردم به احساس زیبایی صحبت بکنید به ادب صحبت بکنید بعضی از ماها متاسفانه خیلی مشکل داریم در داری ارتباط در برابر موسیفی، در برابر مثلا پدر و مادر، در برابر استاد، در برابر یک شخصیت بزرگ در برابر یک کسی که مثلا از شما بزرگتر و دانش بیشتر داره و در برابر همه افراد کوشش کنید که حسن کلام رایت بشه و نهمین آداب صحبت کردن در قرآن اینکه کوشش کنید کلمات زیبا را انتخاب کنید در صحبت هایتان ببینید عزیزان من این نکته خیلی مهم است با یک کلام و یک سخن دل کسی میرنجد میشکند محزون و غمگین می شود با یک سخن زیبا با کلمه زیبا کسی انرژی میگیرد قوت و توانایی میگیرد یک روز یک هفته را خوشحال میباشد فلانی میگه بریم این گونه سخن زیبا گفت انسان به اساس فطرتی که آفریده شده احترام و ادب و اخلاق و نوازش و نرمی را دوست داره ولو به هر سن و سال و هر مقامی که باشه زمانی که پسر از جانب والدین یک جمله زیبا و بابسته به اطوفت به مهربانی را میشنوه چقدر خوشحال میشه وقتی یک پدر برای فرزند میگه که جان پدر عزیزی پدر وقتی یک مادر برای فرزندش میگه فرزند عزیزم جگر گوشه ی مادر عزیزی دل مادر این همش جملات زیبایی است پس در سخن گفتنمان کلمات زیبا را انتخاب بکنیم ادب و اخلاق رایت بکنیم سخن ما به اساس دلیل استوار باشه بدون دلیل حرف نزنیم الله سبحانه و تعالی میفرماید یقول التي هي احسن الله اکبر ولو اگر کسی در برابر شما حرف زشت گفت ادفع بالتی هی احسن با وجه احسن او را پاسخ بدهید دفع بکنید یا در آیت دیگر الله می فرمد وقتی کسی بر شما سلام می و اذا حییتم بی تحییت فحییو بی احسن من ها ردوها بهتر از او را برش پاسخ بدهید در صحبتتان کلمات زیبا را استفاده کنید بسیار از ما صحبت های ما نیش داره کنایه هست بر به طرف افراد به جایزی که مفید واقع بشه مضر واقع میشه و دهمین ده آداب سخن گفتن در قرآن این که سخن ما باید مهربانانه باشه کریمانه باشه الله سبحانه و تعالی می فرماید قولا کریما سخنی بسیار با کرامت و مهربانانه و دوستانه گرچه که ای در باب والدین است چرا در باب والدین به خاطری که پدر و مادر مقامی بسیار بالایی دارن پس شما مواظب صحبت کردنتان باشید بنا این ده تا آداب در قرآن در باب صحبت بیان شده بس جالب است که هر کدام اینها هم در یک بخش از زندگی ما ارتباط داره مثلا زمانی که شما با یک حاکم روبرو میشوید، با یک ظالم روبرو میشوید، مسلمان باشی یا غیر مسلمان فرقی نمی کند شما باید با او شیوه سخن گفتنتان به اساس نرمی باشه زمانی که شما شاهد قرار میگیرید در یک جای سخن گفتنتان باید به اساس دلیل استوار باشه مستحکم باشه بنیاد داشته باشه زمانی که شما در برابر والدین به انسانهای بسیار صاحب شخصیت عالی قرار میگیرید سخنتان باید کریمانه باشه قولا کریما باید رعایت بشه. زمانی که در برابر عموم مردم صحبت می کنید حرف میزنید افراد مختلف جامعه سخنتان باید به اساس آسانی و معرفت باشه قولم میسورا قولم معروفا یعنی هر کدام در یک بخش و در برابر هر کدامی از اینها وقت قرار گرفتید کوشش کنید کلمات زیبا استفاده بکنید سخنان زیبا را بیان بکنید احسن القول را بکنید در برابر همه چی دینی زیبایی داریم چه کتابی زیبایی در اختیار داریم اما متاسفانه بسیار ما از او غافل است نمیدانیم و شما باور کنید اکثریتی جنگجال های زندگی ما از روی صحبت کردن ما میخیزد از طرز برخورد و صحبت ما میخیزد اگر صحبت ما کریمانه باشه مهربانانه باشه کلمات زیبا استفاده بشه سخن استوار باشه در صحبتمان صادق باشیم خودمان عامل باشیم شما مطمئن باشید که جنجال های زندگی خیلی کم میشه به هر حال عزیزان من این آداب صحبت کردن در قرآن بود خدمتتان بیان شد موفق و میت باشید